آزادی سپیده رشنو و خانم بدحجابی که توی بی‌آرتی با یه خانم چادری دعوا کرد و فیلمش حسابی وایرال و پربازدید شدش. با ما توی این ویدیو همراه باشید، راجع به جزئیات این دادگاه صحبت می‌کنیم و درباره اینکه چطور آزاد شد هم توضیحاتش رو بهتون میدم. تا پایان ویدیو همراه ما باشید. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال و احوال خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. خب دوستان، اگه یادتون باشه یه ویدیوی اواخر تیر ماه امسال خیلی وایرال شد که دعوای یه خانم چادری محجبه با یه خانم بی‌حجاب رو توی بی‌آرتی نشون میداد که درگیری فیزیکی دو طرف خیلی شدت گرفت و ادامه داشت که در نهایت خانم چادری از اتوبوس به بیرون پرت کرد. ولی خب چند روز بعد خبر رسید که خانم سپیده رشنو کلن ناپدید شده، خانمی که بدحجاب بود توی بی‌آرتی و خانوادش هم ازش بیخبر هستن، که همین باعث شدش که یه سری هشتگ ها مثل سپیده کجاست توی شبکه های اجتماعی توی اوایل مرداد ما خیلی ترند بشه، که یهو سر و کله سپیده رشنو و خانم چادری ریحانه ربیعی در یه گزارش خبری پیدا شد و گفتن دعوایی که اتفاق افتاد خیلی جدی نبود و آشتی کردیم و روی همدیگر رو میبوسیم، و خانم سپیده رشنو هم حتی به اشتباهاتی که انجام داده بود اعتراف کرد و یه جورایی اعتراف گیری کردن ازش. کل دنیا میفرستم. اول برای فرستادم، بعد برای مسیحیت نجات فرستادم. من به ظهر نکشیده جواب داده بود، نوشته بود که آفرین به شما، خودش توی گود نیست، مثلا نباید این همه آدم رو ترغیب کنه که بخوام براش فیلم بفرستم. در نهایت هم همه چی انگار خوش و خرم ختم به خیر شد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. ولی خب بعدا مشخص شد که برای سپیده رشنو پرونده سنگینی بریده شده و در حال حاضر هم در زندان هستش، که روز گذشته جلسه دادگاهشون برگزار شد و قاضی دادگاه در ابتدای جلسه کیفرخواست سپیده رشنو رو قرائت کرد و گفت اتهام خانم سپیده رشنو دائر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشوره، فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و فراهم آوردن موجبات فساد. نماینده دادستان ادامه داد متهم در همراهی با مسیح علی نژاد به فراخوان وی عمل کرد و ضمن کشف حجاب در مقابر عمومی فیلمی از خود گرفت و در فضای مجازی منتشر کرد، که همان فیلم در شبکه‌های همچون شبکه سعودی اینترنشنال هم منتشر شدش. وی افزود در ادامه اقدامات مجرمانه متهم در تاریخ 25 تیر ماه در اتوبوس بی‌آرتی پس از کشف حجاب از خانم عامره به معروف فیلم برداری کرد و وی را به بیرون از اتوبوس پرتاب کرد. نماینده دادستان گفت در ادامه این اقدامات متهم فیلم تهیه شده را برای مسیح علی نژاد ارسال می‌کند و با عنایت به مستندات و کشف اقلام مجرمان از تلفن همراه متهم به زه انتصابی به متهم محرز بوده و اقدامات وی با مواد 500 610 639 قانون مجازات اسلامی پخش تعزیرات منطبق است. در ادامه جلسه قاضی افشاری خطاب به متهم گفت شما به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عناصر خارج نشین، فعالیت‌های تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری و فراهم آوردن در موجبات فساد متهم است. یعنی اتهامات شما فقط منتهی به اتفاق رخ داده در اتوبوس بی‌آرتی نیست. در ادامه سپیده رشنو در جایگاه دفاعیات متهم قرار گرفت و با اشاره به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت
امنیت کشور و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در بخشی از دفاعیات خود و توضیح اتفاق روز مرده اشاره گفت: روز 25 تیر ماه در بیارتی شالم را در آوردم و در دستم گرفتم که در این بین بحث و درگیری بین من و خانم حاضر اتفاق افتاد و از این اتفاق فیلم هم گرفتم. در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین، قاضی افشاری از متهم خواست که در زمینه توییت منتشر شده در فضای مجازی و در معابر عمومی و خیابان‌ها در تاریخ 21 تیر ماه هم توضیحاتی ارائه بدهد که متهم پس از ارائه دفاعیات به دروغ‌های منتشر شده در مورد وی در برخی از رسانه‌های ماند اشاره کرد و گفت مطالب دروغ زیادی علیه من نمی‌نوشتند، از جمله اینکه گفتند پس از شکنجه شدم به بیمارستان طالقانی منتقل شدم که فردای آن روز به خانواده خودم زنگ زدم و این موضوع رو تکذیب کردم. در مدت زمان حضورم در بازداشتگاه خیلی دروغ علیه من نوشتن. وی در ادامه با ابراز پشیمانی از مشارکت در کمپین مسیح علی‌نژاد تاکید کرد این فرد آن ور آب نشسته و از افراد سوء استفاده می کند و این ور آب یکی مثل من رو تشویق به ترویج بی‌حجابی و کشف حجاب می کند و از اون طرف پول می گیرد. رشنو در پایان ضمن درخواست از دادگاه گفت: درخواست دارم دادگاه قرار وثیقه بنده را تبدیل کند و آزاد شوم. قاضی افشاری در ادامه گفت: درخواست قرار وثیقه خود را به منشی دادگاه ارائه بده و ما رسیدگی میکنیم. که ختم دادگاه هم اتفاق افتاد و در نهایت هم ساعتی پیش وکیل سپیده رشنو آقای نعیم نظامی عکسی رو در اکانت توییتر خود منتشر کرد و خبر از آزادی سپیده رشنو با وثیقه 800 میلیون تومانی خبر داد. ایشون حدود 45 روز در بازداشتگاه اوین بودن و در حال حاضر به صورت موقت از زندان آزاد شدن تا جلسات بعدی دادگاه ایشون برگزار بشه و یا تبرئه بشن یا هم که حالا وثیقه شون تغییر بکنه یا زندان بره. نظر شما چیه دوستان؟ حتما نظرتون رو بر ما تو بخش کامنت های این ویدیو بنویسید و بهمون بگید توی این درگیری که اتفاق افتاد بین اون فرد محجبه و این خانم رشنو کدوم طرف مقصر بودن و اینکه به نظرتون این اقدامی که حالا خانم رشنو کرده و فیلمو برای مسیح علی‌نژاد فرستاده و توی شبکه‌های اجتماعی مختلف پخش کرده کار درستی بوده یا نه؟ آیا اینطور که خود رشنو گفته مسیح علی‌نژاد از این افراد سوء استفاده کرده و آیا صحبت‌های جدیدی که می‌کنه تحت فشاری که دادگاه و زندان بهش آورده این اعترافات رو انجام داده؟ حتما نظرتون برام تو بخش کامنت‌ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.